شروع کنید دعا کردن همون گونه که بودم. در ابتدا میخوام میدونم در جمع ما کسایی هستن که از نظر جسمانی در ضعف هستن و احتیاج به شفا دارن و متاسفانه خیلی از عزیزان ما از اعضای کلیسا به خاطر این ویروس که اومده مریض هستن و حتی امروز نتونستن با ما باشن. میخوایم برای اینها هم دعا کنیم. توی پرانتز خواهش میکنم لطفاً در این روزهایی که این موضوع ویروس هست در بین افراد به طور خاص توی لس آنجلس داریم میبینیم، سعی کنیم محبت و همدیگه میکنیم اما همدیگه رو هاک نکنیم. حتی دست هم نمیخواد، لزومی نداره دست تکون بدید، مبادا همدیگه رو مریض بکنیم. از اونایی که الان با ما نیستن امروز گفتن به خاطر اینه میخوان دیگران مریض بشن و به نظر من کار بسیار نیکوی رو انجام دادن. پس شما را تشویق میکنم عزیزان، لطفاً اگر احساس میکنید سرماخوردگی دارید، مریضی دارید، کنار بیستید و این خودش احترام هست به هم دیگه، مواد همدیگر رو مریض کنید. پس دسته سرهای خودمون رو خم کنیم برای کسایی که میدونیم در ضعف جسمانی هستن. آیا در جای ما کسی هست که مریضه و میخواد خداوند رو شفا بده؟ فقط دستش رو ببره بالا، لزومی نداره دستتون بره بالاتر لطفا. سپاس گذارم. هاللویا. ایمان دارم که بابت خدا اینجا هست که یهوه رافا خدای شفا دهنده هست. پس شروع کنید صداهاتون رو بلند کردن و برای همدیگه دعای سلامتی و شفا و همچنین لطفا برای کشور عزیزمون در دعا باشید، برای آزادی کشور عزیزمون ایران از دست ظلم و ستم نظام اسلامی. آمین. در خداوند اون چیزهایی که تاریکی بر ما سلطه میکنه
گفتی شاد باشی، بازم میگویم شاد باشی. آمین. خداوند در تو شاد هستی، در تو قوت هستی خداوند، ای خداوند تقدیر. شکرت میگم که هستی خداوند. شکرت میگم گفتی یهوه هستم آن که هستم. خداوند شکرت میگم برای وجودت، برای خداوند نورت خداوند که در میان ما ساکن شد. ای خداوند بزرگ شکرگزاری میکنم برای اینکه خداوند در اینجا در خانه تو هستی. شکرت میگم برای چیزایی که در زندگی به ما دادی خداوند، و برای بچه هامون، برای خونه این که سقفی خداوند روش هست خداوند، برای نعمتی که روی میزهامون هست خداوند، برای برکاتمون خداوند، برای سلامتیمون خداوند، و اونهایی رو که خداوند در ضعف جسمی هستن امروز به یاد میاریم خداوند، زیر صلیب تو میریزیم و شفای خداوند اونها رو از حضور مبارکت خداوند طلب میکنم. خداوند خداوند شکرت میگم روزانه صبح شب وقت خواب بیداری خداوند. خداوند شکرت میگم برای خانواده روحانی، برای محبتی که در قلبمون گذاشته خداوند، برای محبتی که از تو سیم پدر، وگرنه ما خداوند حتی قلیبه های دیو بودیم با هم، ولی در روح خداوند خانواده هستیم. درد همدیگر رو خداوند احساس میکنیم، برای همدیگه دعا میکنیم. این خداوند خداوند دعا میکنم این محبت تو، این نور تو از این کلیسا به تمام خداوند کالیفرنیا، نه تنها LA بلکه کالیفرنیا، استیت های خداوند دور، خداوند ایران، ایران خداوند، برای دهات دور دست ایران خداوند اون نور تو بتان خداوند. وقتی که به زندگی خودم نگاه میکنم و اون محبت تو خداوند 180 درجه فوکس منو، چشم منو خداوند عوض کرد. خداوند تو قادر مطلق هستی، تو می ایمان دارم خداوند، با ایمان به اون ردای تو دست میزنم و خداوند طلب میکنم اون نور تو بر تک تک اعضای خداوند این کلیسا، کالیفرنیا، استیت های دیگه، ایران خداوند، دهات دور دست خداوند را بتابه و چشمشون به نور تو باز بشه، به قدرت تو باز بشه. خداوند قبل از اینکه حتی ما صحبت بکنیم حضور تو اونجا بدرخشه، همینطوری که در زندگی ما درخشید، ما رو تبدیل کرده خداوند. خداوند از الان تا ابدالآباد جلال بر نام توی خداوند، جلال بر توی خداوند که خداوند بودی و هستی و خواهی بود خداوند، و کلام زندن از بین نخواهد رفت. خداوند بزرگ توبه میکنم اگر در خوندن کلام تو قصور کردم خداوند بزرگ. خداوند توبه میکنم از زمانی که خداوند دل کسی رو شکوندم و ندونستم. خداوند تو نور راه ما باش، قدم های ما رو ست بکن، روزی ما رو پیش پامون بذار، بچه هامون رو خداوند زیر پوشش خون خودت قرار. ای خداوند امید اول و آخر، همینطوری که گفتی الف و یا آخری تو هستی پدر. خداوند بزرگ شکرت میگم خداوند برای نیازهای این کلیسا دعا میکنم. خداوند گفتی نگران نباشید، خداوند با ایمان خداوند تمام اون نیازها رو به پای صلیبت میریزیم. ای خداوند بزرگ کشیش عزیز و مهربانمون رو، خداوند خانومش رو، دختراش رو، خداوند بزرگ خانوادش رو بلند میکنم، بلند میکنیم و خداوند بر سردر خونه این کلیسا و خونش خون تو رو خداوند میزنیم. خداوند بزرگ زیر حفاظت خودت اعضای این کلیسا رو، تک تک کسایی که اینجا حضور دارن، خانواده هاشون رو بلندشون بکن، برکت بهشون بده، زندگیشون رو پر از شادی و روح مقدس خودت بکنه. خداوند شکرت میگم و تمام اینها رو به نام خداوند زنده عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. به نام خداوند دلهای پاک، نامش بود در دلت تابناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و آمین. هللویا، هللویا، شکر. چه چیزی میتونه باعث عدم حرکت ما در مسیر رسیدن به هدف و اهداف بشه؟ چی فکر میکنی؟
بله بشنم و مشکل نداره بفهم دور شدن از خدا بله دیگه چه صدها موارد تخصصی، علمی، فلسفی، روحی، روانی، طبیعی، غیر طبیعی رو بتونیم عنوان کنیم که همه آنها یک عمل مشترک دارن و آن همین هست که مانع حرکت ما به سمت آن هدف میگردن که کلام به آن میگه گناه. گناه میدونیم که به زبان عبری آرامی در اصل حتی یونانیش میشه نزدن به هدف. چیزی میاد، دیواری میاد، مانعی میاد، بین شما و اون هدف قرار میگیره و هدف خلقت چی بود؟ شکل خدا شدن. و آنچه را که به عنوان مانع میاد و اجازه نمیده ما به شکل خدا بشیم، کلام خداوند میگه اون گناه است. و این همون کاری بود که شیطان در باغ عدن با آدم و حوا انجام داد تا مانع پیشبرد اونها در مسیر هدف خلقت که همانا آنچه که گفتید شکل خدا بودن هست، یعنی آشنا به معرفت و شناخت خدا در مسیر حکمت، محبت، عدالت، توانایی به رضایت و خوشنودی خدا عمل کردن. هرچند شیطان موفق شد در باغ عدن مانعی ایجاد کند که آدم و حوا نتوانند در مسیر هدف خلقت قرار بگیرند، اما خداوند آنان را از آن مانع عبور داد. ردش مطابق پیدایش 3:22-24 این گونه میگه و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است، که یعنی درکی داره نسبت به درستی و نادرست بودن. و دیگه اون روح خدا روح القدس که شخصیت نه ویژگی که انسان سالم مطابق غلاطیان 5:22 درش نیست که آرامش، خوشی، تواضع و و که میدونیم از نیکویی هست، در اون دیگه گویا این قدرت نیست. و خداوند خدا گفت همانا انسان یعنی یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد. دو درخت بود در باغ عدن که کلام خداوند اعلام میکنه که خدا به آدم و حوا گفت نخور، ولی شیطان از اونجایی که میخواست آسیب بزنه به آدم و حوا نگفت درخت حیات رو نخورید، گفت درخت نیک و بد رو نخورید تا روح القدس از دست بدن. اگر میتونست بگه اون درخت حیات رو بخورن که بتونن حیات رو داشته باشن. و اعلام میکنه تا به ابد زنده ماند. پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد، یعنی عبور داد، نذاشت اونجا باشه، تا کار زمینی را که از آن گرفته شده بود بکنند. پس آدم را بیرون کرد و طرف شرقی باغ عدن کروبیان یعنی فرشتگان مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کنند، یعنی مبادا از اون استفاده کنند، و از اونجا بیرونش می کرد آدم و حوا. و به این توسط خداوند آن مانع را که باعث عدم رسیدن به هدف خلقت می شد رو از سر راه آدم و حوا برداشت. چرا که اگر آدم و حوا در واقع عدن می ماندن و از درخت حیات می خوردن، با همون نقصشون، با همون ایرادشون ابدی می شدن. اما هدف خدایی نبود، هدف خدایی بود که انسان شکل خدا بشه. در بنظرت خب فرشتگانی بودن که اگر همچون خود شیطان و لشکر فرشتگانی که با شیطان بودن و سقوط کردن، آنان نیز اون موقعیت اصلی و هدف اصلی که وفاداری به خدا بود را دست می‌دادن و بر علیه خدا می‌شدن. تا آنان را نیازمند به خدا و شناخت خدا وادارد تا در مسیر تعلیم و تشویق و تعقیب به هدف حقیقی نزدیک شد. و این علتش بود. در از شاید آدم و حوا خیلی راغب بودن که همونجا بمونن. چرا گفتن خدا ما رو باید از این باغ عدن بیرون کنه؟ ما اشتباهی کردیم، ما گناهی کردیم، خدای ما اینجا پیش خودت بمونیم. ولی
دید و نگاه خدا وسیع‌تر از این بود. گاهی ما نیز این داد و فریاد رو به خدا میزنیم، میگیم خدایا چی شد؟ چرا کارم رو دست دادم؟ چرا درآمد من تموم شد؟ چرا داشتم با فلانی ازدواج میکردم؟ همه برنامه هم به هم خورد و دیگه الان نمیتونم با اون ازدواج کنم. خودمو نمیگم، مجرده رو دارم میگم. من ازدواج کردم. چند سال ازدواج کردی زاده جان؟ 30 ای هستش که خدا من این برکت رو من داده بازاره عزیز ازدواج کردم. پس بنابراین چرا همه اقامت گرفتم به من که رسید یک دفعه دیدیم اداره مهاجرت استوب زد و تحصیل ترامپ میذاریم، تحصیل دولت آمریکا میذاریم و و و و غافل از این هستیم. اگر اراده خدا رو خواستی منتظر اراده خدا باش. همون گونه که خداوند آدم و حوا رو از باغ عدن بیرون کرد، چه بسا اجازه داده، اجازه داده دلیل بدیها خدا نیست، اجازه داده سختی و مشکلی باید زندگی بشه، حتی ضعف جسمانیت که به خدا نزدیکتر بشه، اونو بیشتر بشناسی، قدمی رو بیشتر برداری در مسیر شناخت خداوند. پس نمیتونیم اینگونه فکر کنیم. اتفاقایی که برای ما میفته میتونه این اتفاق ناگواری هست که نتیجهش بد خواهد شد. در طول کتاب مقدس ما شاهد هستیم که خدا چگونه آدمی رو از موانع گناه عبور میده. مانند زمان نوح. زمان نوح انسانات چقدر سنشون بود؟ چقدر عمر میکردن؟ 900 سال کلام خداوند میگه اینها عمر میکردن. و اونقدر در گناه و بی‌هدفی و زندگی عبث بودن که خداوند اون شرابانی که در کتاب پیدایش هست اعلام میکنه و نوح میاد کشتی رو میسازه و خانوادش نجات پیدا میکنه، ولی بقیه گوش نمیکنه. در زمانی که انسان ها بعد از نوح، فرزندان نوح، برج بابل، اتحاد در زبانشون، اتحاد در فکرشون، یکدلیشون اونها رو مقهور کرد و فراموش کردن که خدا بهر هدفی مقدس اونها رو آفریده. الان دنیا در همین مسیر هست. انسان ها روی زمین فراموش کردن چرا آفریده شدن. فکر میکنن آفریده شدن تا تکنولوژی و علمی که از ابتدا بوده و به قولی افلاطون میگه ما هیچی رو اختراع نمی کنیم، ما همه چیز رو به یاد میاریم. فکر میکنن که فقط آفریده شدن که اینها رو اختراع بکنن و سرگرم یه وسیله به نام موبایل بشن، از عشق و محبت در کنار همسر و فرزندان دور بشن، دوستشون دور بشن، توی یه اتاق 20 نفر نشستن 22 نفرشون رو موبایل دارن بازی میکنن. نه اون 2 نفر از کجا پیدا شدن اضافه شدن. این گونه شده و رابطه ها از بین رفته، ریلیشنشیپ ها از بین رفته، این اختراعاتی که میبینیم هست. و بالاخره عبور قوم اسرائیل از بردگی، اسارت، خرافه، بی‌هدفی از مصر که توجه داشته باشیم در طول این 400 سالی که قوم اسرائیل در مصر اسیر بودن، ما هیچ کجای کلام رو نمی‌خونیم که اونها اقدامی کردن، انقلابی کردن، نهضتی رو ایجاد کردن، حزبی و سازمانی رو ایجاد کردن بر علیه فرعون. و گویا که این اسارت به اسیری بعد از مدتی مثل یک اعتیاد و عادت میشه در وجود انسان و با اون میخواد سر سازگاری داشته باشه و تمام روزانه های امید رو و رهایی رو از شخص میگیره و همون اسارت و حتی گاهی درد ها و رنج های ما پناهگاه زندگی. از صحبت کردنش لذت میبریم. تا به ما میگن چه خبر؟ آخ گرفتارم، بدبختم، بدهکارم، دستم دست رو دلم نزده، اقامت هم نمیده، خیلی اسیرم. به جای امید تمام مشکلات و سختی ها رو پرچم زندگیش میدونه و بلند میکنه. به جایی که بگه خدا با من هست، خدا رو شکر، پیش میرم جلو تا بتونم کاری انجام بدم. گاندی اعلام میکنه درد من تنهایی نیست. دل پوری داشته گاندی.
این گونه نیست که بگیم گاندی توانست به توسط ملتش برای انگلیس پیروز بشه و کشورش را از استعمار انگلیس در بره. خیلی مثل همین الان که خیلی از افراد هستن فریاد میزنن از وقتشون، از عمرشون، از آبروشون میذارن و برای اینکه این نظام اسلامی سرنگون بشه دست به اقدامات میزنن، مانند کلیسای ما که دعا میکنیم این نظام اسلامی سرنگون بشه و خیلی ها شاید بگن ای بابا ول کن کشیشی تو بکن یه دعا بکن تموم شده به کارش. ولی این دل سوخته ما که از طرف روح القدس هست اجازه نمیده ما سکوت کنیم، ما سکوت نخواهیم کرد. گاندی اعلام میکنه درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که فقر را قناعت، بی‌همتی را صبر و با لبخندی بر لب این حماقت را حکمت می‌دانند. و چه مشخصه که چه دل پری داره. از این خداوند بعد از اینکه قوم اسرائیل را از مصر عبور میده به آنان تعلیم میده تا به یاد آورند. انسان فراموشکار زود فراموش میکنه. یه محک بزنیم تو ذهنمون با کسایی که الان مدتی رابطه ندارید، با کسایی که به اصطلاح قهرید، از هم جدا شدید، نیکوهای او رو بشمار در ذهنت و اون بدی که کرده بشمار. هرگز بدیهاش بیشتر از نیکویی ها نخواهد بود. هرگز. ولی عجیبه. ما محبت همدیگر رو زود فراموش میکنیم. و وقتی که ما نیکویی و محبت رو زود فراموش میکنیم، صبر و تحمل نخواهیم. و جنج میشه و سعی میکنیم جدا بشیم. ولی خداوند میگه به یاد بیاورید، روز رهایی خویش رو به یاد بیار و حتی اعلام میکنه جشن بگیره. از این رو اگر منوان عید پسح و یا پساور که یعنی عبور رو اعلام میکنه، عبور از بردگی و اسارت، عبور از خرافات و ظلم، عبور از دیواری که مانع رسیدن به هدف مقدس خلقت میشود. از این جهت این جشن فصح مقدس‌ترین جشنی هست که یهودیان دارن و برای اونها بسیار پرمعنا است. امیدوارم برای ما مسیحیان عشای ربانی معنا داشته باشه. برای هم بگیم که چرا، برای دیگران بگیم که چرا عشای ربانی ما باید کلیسای مسیح باشیم. چه علتی داره؟ خیلی ساده، به همون علتی که نباید فراموش کنی سالگرد ازدواجت، نباید فراموش کنی تولد همسرت و فرزندت تا به او تبریک بگید و به یاد بیاری. به همون علت که نباید فراموش کنی تولد خودت رو که مادرت با درد و رنج و با زحمت تو رو به این دنیا آورد و تو رو بزرگ کرد. به یاد بیاری محبت رو. هرچند مطابق کتاب اشعیا و کتابایی که در عهد عتیق هستش، عیسی مسیح به عنوان ماشیه هست و اشعیا 53 اعلام میکنه او بحر گناهان بشریت روی زمین خواهد آمد و قربانی گناهان بشریت خواهد شد تا هر کس که به او ایمان میآورد نجات پیدا کنه و هر کس که به او ایمان میاره مسلمان از بدیها، کینه‌ها، غرورها، دشمنی‌ها، خرافه‌ها، لعنت‌ها، ترس‌ها، نگرانی‌ها و گناهان عبور خواهد کرد. و امروز جشن ما این است. ما اینجا هستیم که تا جشن بگیریم، جشنی که به ما این پیام رو میده ما از تمام رنج ها عبور کردیم. آمین. چرا اجازه میدی ضعف جسمت، کم بوده موقعیت مالیت، کمی دیر شدن اقامت و این سرزمین که خیلی ها دارن نمیدونن باباش چی کار بکنن تو رو آزرده کنه و از این موضوع به این مهمی دور بیا و بعد از این نیست دیگه لازم نیست ما قربانی بدیم. ما دیگه هیچ قربانی قرار نیست بدیم. قربانی اصلی رو مسیح داد. نه تنها برای گناهان ما، بلکه برای اون چیزهایی که امروز تو رو آزرده دل کرده، تو رو میترسونه، تو رو نگران کرده. در کتاب عبرانیان نویسنده 9:28 اعلام میکنه همچنین مسیح نیست چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. گواهی رو دیروز شنیدم که قرار بود امروز با ما باشه، متاسفانه می بینم نیستش. خواهرم مریم رو همه می شناسید. خواهر مریم
دیروز زنی که نمیشناخته وقتی که باش داشته برای این که بتونه او رو آرایش کنه ازش گواهی میشنوه، بهش میگه چرا ما قبلین هستیم، میگه چند وقت پیش مادر من فوت کرده و خاطر همین دقیقا در دلم هست. خواهر مریم شروع میکنه از مسیح و محبت مسیح براش گفتن، گفته من مسیح رو میشناسم، مسیح من رو زنده کرده. میگه مسیح تو رو زنده کرده؟ میگه چجوری؟ میگه چند سال پیش من به خاطر آسم شدیدی که داشتم میمیرم، وقتی میمیرم حالا توی رویا بوده ایشون، روحش حقیقتا اینچرا که دیده من دارم اعلام میکنم، قرار بود امروز با ما باشه و این گواهی رو بده میزن. میگه وقتی من میمیرم روح من میبینه افرادی که بالای سر قبر من هستن و دارن گریه‌زاری میکنن و یه شخصی اومد من گفت با هیچ کس تو نباید صحبت کنی، فقط و فقط بچه هایی که تازه مردن با اونها میتونی تو صحبت کنی، بشین سر قبرت، سر خاک خودت تا فرشته ها بیان تو رو ببرن. میگه وقتی من نشستم یک باره دم یه نوری اومد و اون نور اونقدر نزدیک من شد، دیدم عیسی مسیح است و میگه من هم موقع زانو زدم و گریه کردم و شروع کردم مسیح رو پرستیدم، کسی که نه انجیل رو خونده نه بشارت کسی بهش داده. میگه وقتی که شروع کردم پرستیدم دست منو گرفت منو بلند کرد، گفت جمعیتی داشتن میرفتن و یه صلیب بزرگ هم باشون بود، به من گفت دنبال اینها برو و برو اون کلیسا. ایشون تا به امروز هیچ کلیسایی نرفته، قرار بود امروز بیاد پیش ما، نمیدونم چه علتی نتوانستش بیاد. اما زمانی که من و شما تحقیق میکنیم بشارت میگیریم، داله بر فکر و ذهن ما هستش که بر اثر آنچه که شنیدیم ما ایمان آوردیم. اما مسیح کارهای عجیبی رو انجام میده تا این حقیقت بر دل ما باشه، تا مبادا فراموش کنیم کار مسیح رو، تا مبادا بگیم فلانی اینقدر تحقیق کرد به اون نتیجه رسید. همچون خود من که در زمان خودکشی خواستم خودکشی کنم، گفتم خدایا حقیقت تو چیه و من مسیح رو ملاقات کردم و نه انجیل خونده بودم و نه کسی به من بشارت داده بود. خدا داره کار میکنه، وای بر ما اگر روی زمین بیکار باشیم، بیکار نباشیم. دوست و همسایه خودتو بشارت بده و اونو دعوت کن تا بیاد کلیسا و امروز هم که اینجا هستیم بتونیم حقیقتا درک کنیم عشای ربانی چی هستش. یک افسانه نیست عزیزان. آقای میدونا خدا رو شکر برای وجودشون، مطلبی که اومدن گفتن از نظر تاریخی بسیار ما در دل تاریخی داریم که خداوند عیسی مسیح مرد و قیام کرد، خداوند در روی زمین بهر گناهان بشریت آمد. اما خوشا با حال آنانی که مسیح رو همچون کودکان میپذیرن و در این مسیح برکت خواهند دیدن. در انجیل لوقا 22 الی 19 الی 20 اعلام میکنه و نان را منظور مسیح و نان را گرفت، اون نان چه نانی بود؟ نان فطیر، نانی که خمیر مایه نداشت، نانی که کاملا آرد خالص بود. نان را گرفته شکر نمود، یعنی با رضایت کامل داوطلبانه با اشتیاق و پاره کرده اجازه داده بدنش برای بشریت نیز پاره پاره بشه و به ایشان داد، به شاگردان داد و گفت این است جسد من، که در اصل داره صحبت از قربانی میکنه. در زمانی که عید پسح میشد قوم یهود بره رو که میخواستن قربانی کنن سه روز و نصفی روز توی خانه نگه می‌داشتن که این بره مبادا مریض باشه در زمان قربانی، مبادا دست و پا شکسته باشه، پس باید سالم باشه این بره. عیسی مسیح 3.5 سال خدمت کرد و بعد قربانی شد. تمام اتفاقایی که افتاده علامتی بر این هستش که مسیح مطابق کلام خدا برای هر انسان کنجکاوی نیز مشخص و هویدا باشه و با شک به او ایمان نیاورند. و اعلام میکنه جسد من که برای شما داده میشود این را به یاد من
به جا آورید، یعنی ضرورت هست در اون وفادار باشید عزیزم. اگر به یاد نیاریم، اگر زمان عشای ربانی ما نیاییم اینجا و اگر دوباره کلام خدا رو نشنویم، زود فراموش خواهیم کرد. یک مثال چینی میگه: من میشنوم و فراموش میکنم، من میبینم و به یاد میآورم و مینویسم و میفهمم. مزمور 34:8 اعلام میکنه: بیایید ببینید، بچشید، خدا نیکوست. پس این مهم هستش که ما زمان عشای ربانی در کلیسا باشیم، ما به یاد بیاریم کار خداوند روی زمین. حتی لازم هست توی خونه با بچه هایی که توی خونه هستن اعلام کنیم و اعلام کنیم. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفته و گفت: این پیاله عهد جدید است. دوم قرنتیان 5:17 در مسیح خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت. مسلمان بودی، خدا رو شکر برای وجودت. بهایی بودی، خدا رو شکر. یهودی بودی، خدا رو شکر. مسیحی زاده بودی، خدا رو شکر. بی خدا بودی، خدا رو شکر. امروز که مسیح ایمان آوردی، نگاه به دستای مسیح بکن، با مسیح همراه بشو. گذشته رو رها کن. من نمیگم با گذشتگان خودتون بجنگید. شاید من به عنوان یک کشیش لازم باشه خیلی آگاهی ها رو بدم به شما عزیزان، به عزیزانی که توی ایران ما رو میبینن. قرار این با گذشته بجنگی، قرار رها کنی. از این به بعد همراه با مسیح باش، همقدم با مسیح باش. در گذشته هر گونه به هر موقعیتی عبادت میکردیم، اون رو رها کن. اعلام میکنی این پیاله عهد جدید است در خون من که خداوند است. خون خداوند گنل خونمون برگه، خون من که برای شما ریخته میشود. و این جشن، این آیین، این ضرورت باعث میشه که مشارکت ما مشارکت مقدسی باشه، اتحاد ما ایمانداران یک دلی ما رو نشون بده در حضور خداوند، قدردانی و شکرگزاری ما رو در حضور او و توبه و تقدیس شیم نسبت به آنچه که در گذشته اشتباه کردیم به خودمون میگن. اینها رو عرض میکنم قبل از اینکه به سفره خداوند نزدیک بشیم. بدونیم که هر کسی همونگونه که پولس رسول میگه مسئول خودش هست. پس فکر و ذهن خودت رو قبل از اینکه به سفره خداوند بشی خواهش میکنم تقدیس کن و با قوت و شادی به حضور خداوند بیا و از زندگی گناه آلودی که مسیح ما رو عبور داده لطفا عبور کنیم. نیست. اما چگونه؟ بریم با هم دیگه مزمور 81 رو بشنویم. امروز ما بروشور نداریم. از زمان عشای ربانی سعی میکنم موضوعاتی رو من مطرح کنم که مربوط به عشای ربانی میشه. اما عزیزان اگر مایل هستن میتونن مزمور 81 رو باز کنن. نویسنده آساف هستش، رهبر پرستش، که اون رو اعلام کنن. ترنم نمایید برای خدایی که قوت ماست. آمین. برای خدای یعقوب آواز شادمانی دهید. سرود را بلند کنید و دف را بیاورید. آمین. و بربط دلنواز را با رقا. توجه کنید آنچه را که داره میگه. شما الان میتونید بگید دفت من کجاست؟ دفت در قلب و ذهنته. تو دستت چی داری؟ توی وجودت تو دستت چی گرفتی؟ غمهاتو، نیازهاتو، مسئلهای دلت رو، رنجشها رو، همه رو بذار زمین. کینه و نفرت رو بذار زمین و اجازه بده به بابت روح القدس برای او بخونی، برای او بسرمی. با این شادی نزدیک سفره خداوند شد. هرگز 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 یک ایماندار با کینه و نفرت نزدیک سفره خداوند نمیتواند بشه. پولس رسول میگه به جای برکت لعنت زندگی رو خواهد بود. پس توبه کن با قوت و شادی بیا به حضور خداوند. بله؟ کرنا رو بنوازید. آمین. در اول ماه، در ماه تمام و در روزهای عید، زیرا که این فرضیه‌ای است در اسرائیل و حکمی از خدای یعقوب. زمانی که قوم اسرائیل از مصر بیرون اومدن، مریم که خواهر موسی و هارون بود زنها را جمع کرده و برای شکرگزاری کلام خداوند میگه با شادی. آنچه که داره این کلام میگه فقط یه چیز توتیباری نیست عزیزان. در برابر ما یک مذهبی نیستش که
مانع شادی ما بشه. خیر، اتفاقا برعکس، کلام خداوند میگه با شادی باید در حضور خدا بیاییم، با رقص بیاییم، با سازهای خوش صدا بیاییم. شما ببینید وقتی یه بچه به دنیا میاد چند ماهشه، وقتی یه موزیک رو میشنوه خوش تکون میده، تو وقتی یه بچه خوش تکون میده چقدر بیشتر ما باید موقع ساز که میشن خودمون رو تکون بدیم. حالا وقتی در روح هستی، روح القدس هم میخواد تو برای خدا برقصی، شادی کنی، اما به توسط هدایت او. در خروج 15:20-21 اعلام میکنه و مریم نبیه چون نبی بود، خواهر هارون، دف را به دست خود گرفت. دف امیدت رو، دف شادید رو، دف آرامشی که مسیح به داده تو دست خودت بگیر، تو دستت بگیر و بنواز. میگه به دست خود گرفته و همه زنان از عقب وی دفها گرفته و رقص کنان بیرون آمدن. پس مریم، که همون مریم هم میگن خیلی جاها، در جواب ایشان گفت خداوند را بسرایید، زیرا که با جلال مظفر شده است. اسب و سوارش، یعنی نقشه های شیطان، درست اسبای فرعون داشتن به دنبال این قوم میومدن دریای سرخ که در برابرشون بود. میگه اسب و سوارش را به دریا انداخت. دفتو بگی دستت، امیدتو بگی دستت، به یاد بیار کار مسیح رو روی صلیب به خاطر تو مرد و قیام کرد. اون زمان هستش که به راحتی میبینی تمام غم‌ها و رنج‌های تو دور میشه. من توی پرستش یه دست بزنم به شادی عزیزم و از مدت‌ها با ما بودن توی پرستش، واقعا شادی جان با شادی پرستش بودن. حتی خدا شد برای روحام عزیزم، زهره جان، برای گروه پرستش، روبن عزیزم. اما همیشه من خواستم گروه پرستش میباید با پوری روح القدس بیان اینجا پرستش کنن. اگر من همینجوری از سر کار زندگی بلند بشم سوء تفاهم نشه، بلند بشم بیام اینجا پرستش، شاید پرستش خوبی انجام میدم، نشون میدم خوب پرستش کردم، اما وقتی از این کلیسا میرم حواسم نیست، جنگ روحانیه، به زندگی من حمله میشه، به موقعیت کاریم حمله میشه، چون شیطان از من ناراحت که من خدا رو میپرستم و پرستش میکنم. پس باید جایگاه خودمون رو بدیم. گروه پرستش میباید نسبت به آنچه که میبینه آگاهی داشته باشه. تو لباس رسم تنته، لباس سربازی تو تنته، دشمنت بیرون وایستاده، چرا بدون اسلحه میری؟ به طور خاص گروه پرستش میباید کلام رو بشنون، در رشد ادبیات مسیحی روش کنن، در امور پوری روح القدس نیز عمل کنن، با قوت روح القدس باید پرستش کنن. چون اگر گروه پرستش نتواند مردم رو آماده شنیدن کلام خدا بکنن، واعظ هر کسی که باشه هرگز اون کلام اونگونه که لازم هست به دلشون نخواهد نشست. این مسئولیت گروه پرستشه، اما مسئولیت شما نیز این هست که اینجا دارید با گروه پرستش همراه میشید. شما باید برای گروه پرستش دعا کنید. بعد بخیر دارم پرستش باید دستاتون رو بگیرید برای اینها دعا کنید، چون اینا ستون اول جبهه هستن، دارن میجنگن عزیزان. این رو من از خودم که نمیگم، از کلام خداست و تجربه تمام مردان و زنان در خداست. این رو شهادتی در یوسف تعیین فرمود، چون بر زمین مصر بیرون رفت، جایی که لغتی را که نفهمیده بودم شنیدم، دوش او را از بار صلیبی آزاد ساختم. چون که اون زبان رو بلد نبودن، یعنی زبان مصری رو بلد نبودن، 400 سال اونجا بودن، تازه توی راه هم که می اومدن همش غر می زدن. قوم اسرائیل فقط غر زدن، برای همین مسیر زیر 40 روز و 40 سال طول کشید و همه هم نتوانستن وارد کنعان بشن. هوشیار باشید، به مسیح ایمان آوردی، هاللویا، اعتراف کردیم که خداوند منه، نجات دهنده منه، تعمید گرفتیم. خیلی خوبه، کلام خداوند اعلام میکنه هر کس با قلب خودش و به زبان خودش اعتراف کنه. زندگیت کجاست؟ کجا ایستادی؟ مسئولیت اصلی رو داری؟ کلیسات کجاست؟ خدمتت کجاست؟ عطای تو چیه؟ چه کار داریم میکنیم ما؟ نمیتونی فقط بگیم ما که دین عوض نکردیم، ما تازه لامذهب شدیم، ما با مذهب کاری نداریم، قرار کنار خداوندت بیستیم. نمیتونی بگی سالی 2 درصد میرم کلیسا، سالی 2 درصد هم حالا من یه هدیه میدم، یه 10 1 میدم. من خیلی کلام خداوند میگه 10 1 بدید. من اینجا میگم کسی پاشش بیاد، کسی بدش بیاد.
اهل شریعت نیستی؟ دوباره برای دهریکو بده. آمین. به من نمیدی؟ به کلیسای مسیح میدی. آمین. دیروز با جوان 18 سالی داشتم صحبت میکنم، 18 سالش بود. بهش گفتم خب من خیلی دوست ندارم پوش کنم. گفت بله رسول، شما باعث میشید مردم بی‌برکت بشن. یه جوان 18 ساله من گفت زهره جانم اونجا. گفت وقتی که کشیش من به من گفت دهیه بده، من تو دلم خندیدم. گفت کشیشم به من گفت دهیه که چقدر میشه؟ گفت من گفتم مثلا 200 دلار. گفت ببین 200 دلار رو من بده، من میذارم کنار، ولی مال خدا من. گفت بله، و اگه ضرر دیدی من به تو میدم. گفت بعد رسول چندین برابر من دستم رسید. رفتم در حضور خدا توبه کردم. وقتی توبه کردم خدا با قلبم صحبت کرد. خوشا به حال آنان که بدون تجربه به من وفادار بشن. با خدا که ما بیزنس نمیخواییم بکنیم. کلام خدا من داره این رو میگه. خیلی اصلا خدمت میکنم. به خاطر که خدمت میکنم میگم در خدمت ما ده یک نیست. خیلی عزیزان، خدمت شما ده یک نیست. کمک مالی به دیگران ده یک نیست. هدیه شما به دیگران ده یک نیست. ده یک فقط برای کلیسای مسیح هستش. اگر میدید خدا رو شد، اگر هم نمیدید خدا رو شد. شما میدونید و خدا مندتون. ما نمیتونیم بگیم عیسی مسیح رو قبول کردیم، پذیرفتیم، اینقدرش کاری نمیده. اما هم یه بسیم چه بریم کلیسا و دعا کنیم، پرستش کنیم. خیلی همه یه پکیج کامله، چون مسیح با یه پکیج کامل قربانی ما شد. دستهای او، پاهای او سوراخ شد، تاج بر سرش گذاشتن، شلاق پشتش زدن و مرد، کاملا مرد. کلام خدا میگه او مرد و بعد از 3 روز قیام کرد. من چگونه بربار یک ایماندار میتونم برای خدا سهمی رو بذارم؟ یا ایماندار مسیح باشیم و یا نباشیم. به طور خاص خدا با ایرانی ها کار داره. آنچه را که ملیت های دیگه متاسفانه فقط اسم مسیحیت رو به دوش کشیدن، خداوند میخواد از ایرانی ها استفاده کنه برای نجات قوم های دیگه که در خاورمیانه هستن و در شرارت و گناه هستن. این مسئولیتی که خدا به ایرانی ها داده، یک نمونه خداوند گذاشت و اون کوروش بزرگ بود. اگر خدا از کوروش استفاده کرده، چرا از من و شما نمیتونه استفاده کنه؟ حتما استفاده خواهد کرد. عزیزان خودتو کم نبین در مسیح. به ایستنی داره. فقط صحبت من ده یک نیست، خدمت هست، بشارت هست، وفاداری به کلیسای مسیح هست. توی زندگی نیست، خدا با تو هست. چرا خودتو ضعیف میبینی؟ اگر خدا که خالق من و تو هست به ما این قوت و توانایی درک درست مسیحیت رو داده، تو امور زندگی تو هم میتونه به تو کمک کنه. به او وفادار باش. او اعلام کرده تو را فقط برکت میدم. این پیام خدا هست از کلامش برای من و تو. بله؟ دوش او را از بار سنگین آزاد ساختم و دستهای او از سبد رها شد. در تنگی استدعان مودی و تو را خلاصی دادم. در ستر رد تو را اجابت کردم و تو را نزد آب مریبه امتحان نمودم. بله، آب مریبه جایی بود که قوم اسرائیل به شکایت آمدن. دیده بودن که خداوند چقدر اونها را کمک کرده. ما چقدر دیدیم خدا کمکمون کرده. چقدر شکر میکنیم برای اونها. تموم شد. به طور خاص مذهبی یه نظر میدن با خدا معامله میکنن. تازه میرن سر قبلی آدم مرده. حالا اگر اون آدم باشه، اون امامزاده اگه آدم باشه، چیز دیگه موجود دیگه نباشه، یه چیز میدازن اونجا میگن تموم شد، دوباره مشغول گناه ها. ما مسیحی ها اجازه نداریم چه این کاری بکنیم. باید در راستی بیستیم. اگر برکت رو میخواییم بگیریم، زندگیمون رو حقیقتا تقدیس کنیم، پاک کنیم. عیسی مسیح لشکرش چند نفر بودن؟ یکی من بگه لشکر عیسی مسیح چند نفر بوده؟ تازه اون در 12 نفر یکم کال در اومد، شد 11 تا. مسیح هم دنبال لشکر نیست. آنانی که دنبال حقیقت هستن دنبال لشکر نیستن. من هم اینجا به دنبال لشکر نیستم. خادمینی که کنار من هستم دنبال لشکر نیستم. به دنبال مردان و زنانی هستیم که کلام خداوند میگه باید آماده بشن، سفینان نجات و رهایی بشن، پر از روح القدس باشن، پر از قوت باشن، با عطایا بتوانن آنچرا که لازمی اراده خدا است تا انسان ها نجات پیدا کنن. فقط توی کلیسا با یه دست زدن، با یه هاللویا، حتی با یه پرستش نه، ادامه حیات ما باید تعریف درست از زندگی مسیحی ما باشه. جلال الدین میگه با اینکه خداوند کریم است و رحیم، گندم ندهد با چو جو میکاری. چی میکاری؟
چی کاشتیم؟ در گذشته فرصت خوبیه تقدس کن زندگی رو زندگی رو پاک کن میخوای به سفره خدا من نزدیم بشیم لحظه فکر کن حتی عزیزان که روی اینستاگرام ما هستن روی فیسبوک هستن خود من همچنین منم اشتباهات و منم گناهانی میکنم و کردم قبل از که به سفره خدا من نزدیم بشم از شروع میکنم از همسرم ببینم با همسرم چه برخوردی داشتم در حضور خدا توبه میکنم و در حضور اون نیست میرم پوزش بچه هم چه بونه؟ دوست هم چه بونه؟ این بهترین روش هست تقدیس کنیم و بچه هم میبینید چه از سبک شده اون بار برداشته شده، اون کنگه برداشته شده حالا روح القدس به تو داده میشه با قوت روح القدس از کلیسا میرید بیرون وارد زندگی میشه، توی جامعه میشه چه شادی تو رو میگیره این سلامتی حقیقیست که خداوند میخواد به ما بده بله بفرمید ای قوم من بشنو و تو را تأکید میکنم ای اسرائیل اگر به من گوش دهی در میان تو خدای غیر نباشد و نزد خدای بیگانه سجده منم بارها عرض کردم امیدوارم به کسی بر نخوره اگر زبان عربی هم دوست داری منم زبان عربی رو دوست دارم که زبان های کامل هستش روح کاملی داره توی آنچه را که به عنوان خدای حقیقی اعلام میشه به زبان عربی رب نه الله به دنبال الله نرم الله باته پس از ایشالله ماشالله زبان تو تقدیس کن لطفا راحت شد دوست عزیز گفت آخه نمیشه به از این نفر که تعریف میکنم ناخودآگاه باید بزنم به تخته چون طرف فکر کنم چشش زدم گفتم اون طرف هرچی میخواد فکر کنه تو چی فکر میکنی؟ تمام شد این دورا برای ما در مسیح خلقت تازه است تمام شد، آزاد شو، رها شو سخته، عادته، وضعیت چیزا عادته یه عزیزی دو سال بود ایمان آورده بود تو کلیسا اومد بلند بشه خود یا عادت که یکم یا علی بهش خورده نمیگیدیم، نگرفتیم تا خودش خرید گفت یا عادته اونها رو میفهمم ولی سعی کنیم خودمون رو تقدیس کنیم توکل به انسان نکن، ملعون میشه توکل ما فقط باید به یهوه خدای حقیقی و خدای زنده باشه و صدای او رو بشنوید امروز حتی اگر سخن من عذر میخوام کمی با تلخی هست لطفا بشنوید چرا که در اشعیا 48:18 میگه ای کاش که به عوامل من یعنی سخنان من گوش میدادن گوش میدادی به قوم داره میگه قوم اسرائیل آنگاه سلامتی تو یعنی آرامش امنیت تو مثل نهر و عدالت تو یعنی رابطه من و من با تو مانند انباج دریا می بود مدام در حضور خدا بودی مدام با خدا من این زندگی شاد و آرامش داشت مدام ایمان تو رو حمایت می کرد یک روز خسته خاطر نبودی یه روز شاد باشی یه روز نمی ترسیدی و یه روز پر از امید باشی تمام روزهات پر از امید و شادی هست وقتی رابطه با خدا داری بله؟ من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصر برآوردم. آمین. دهان خود را نیکو باز کن و آن را پر خواهم ساخت. دهان خود را نیکو باز کن. به یاد بیار که خداوندت برای تو چه کار کرده. اون زمان هست به هر نیاز، به هر حاجتی خداوند بهترین میدونه. کلام خداوند کلامی است که پر از امید و محبته. اما برای کسایی که محبت خدا را دارند برای کسایی که کار مسیح رو یه سن به یاد میگرن بله لیکن قوم من سخن من رو نشنیدند و اسرائیل من رو عبا میگرن پس ایشان رو به سختی دلشان ترک کردند که به مشورتهای خود سلوک نمیدن ای کاش که قوم من به من گوش میگردن آمین و اسرائیل در تنیرهای من سالک میگرن این آرزوی خدا بنده میگه ای کاش شما عزیزانی که اینجا هستید با تمام دلتون اومدید روز استراحت گذاشتید برای خدا من خدا میخواد به تو برکت بده آمین ای کاش این برکت الان بگیرید بگیر تمام آنچه که تو رو خسته کرده رو بده به خدا اصلا به خاطر همین رفت نیستید ضعف جسمانیت نگرانیت آشفتگیت کینه دلایلی هم داری و دلایل داری همون هم بسپار تو دست ما بیا امتحانش و بیا ببین و بچش بازم که خدای تو خدای نیکوه خدای عشق خدای محبت است من تو رو به راحتی تحت پوشش نام مسیح
میبخشه و به یاد میبرد گناه ما رو. بله؟ آگاه دشمنان ایشان رو به زودی به سیلی میانداختن و دست خود را بر خصمان ایشان برمیگردانیدن. آنانی که از خداوند نفرت دارند به دو گردن مینهادند، اما زمان ایشان باقی میبود تا ابد الآباد. ایشان را به نیکوترین گندم میپرورند. آمین که مسیح گفت من نان و حیات هستم. بهترین نان ما خود مسیحه، بهترین آب حیات ما نیز خود مسیح هستش که زندگی روحانی ما رو برکت میده. بله؟ و تو را به عسل از صخره سیر می‌کردم. آمین. آمین. هللویا. خدا شکر.